با درود بر شما دوستان، مانی زعیم هستم. در این ویدیو قصد دارم نحوه استارتاپ کامل F-18C Hornet رو بر روی ناو هواپیماپر و خشکی بررسی بکنیم. در ویدیوی قبلی نحوه ساخت ماموریت میشه توسط با ناو هواپیماپر استنیس، ناو دیفالت هست، و همچنین اگر سوپرکریر رو دارید با ناو در واقع با ماژول سوپرکریر رو خدمتون به نمایش گذاشتم. همطور که مشاهده میکنید یک پیغام قرمز رنگی دارم چپ صفحه برای SRS که قبلا گفته بودم اگر SRS رو نصب کردید، اگر با SRS آشنایی ندارید، با نحوه نصبش آشنایی ندارید، ویدیویی تهیه کردم برای رادیو کامیونیکیشن بر روی سرورهای مالتی پلیر استفاده بسیار زیادی داره و در واقع تنها استفادهش هست. اگر آشنایی ندارید نحوه نصبش رو در ویدیو جداگانه آموزش دادم. لفت کنترل، لفت شیفت، دو بار اسکیپ رو میزنیم و هاید میشه. لیبل های هواپیما و کلا لیبل های کلیه لیبل ها رو اگه بخوام حذف بکنیم لفت شیفت و F10 رو میزنم و این لیبل رو میبرم، هایدش میکنم. در حال حاضر ما بر روی سوپر کریر نیستیم و تمام این آدمک هایی که میبینید انیمیشن ندارن، ثابتن. این وسیله ها هیچ کدوم مربوط به ماژول سوپر کریر نیست. اون A4ی که اون ته هست و همینطور تمام این آدمک ها و این ابزاری ماشینالاتی که میبینید اینجا توسط مود نصب شده و توی ویدیوی ساخت میشن با کریر و سوپر کریر این مود رو بهش در واقع نشون دادم چطوری میتونید با این مود بر خودتون میشن بسازید اگه ماژول سوپر کریر رو ندارید. لینک مودها و نحوه نصب مودها رو در دو ویدیوی جداگانه توضیح دادم، میتونید به اون ویدیوها مراجعه بکنید. فرض بر این هستش که شما میدونید چطور کریرتون رو لود بکنید، مشخصات کریر رو مثل تکن ICLS رو بهش بدید. اگر نه، در ویدیوی قبلی در واقع نحوه ست کردن و ساخت میشن کریر و سوپر کریر توضیح دادم، مراجعه بکنید. و در حال حاضر ما روی F18 هستیم کولد و میخوایم این استارتاپ رو شروع بکنیم. نحوه استارتاپ سریع F18 بر روی خشکی ساحل و بر روی ناو هواپیمابر رو توضیح دادم که زیر 2 دقیقه و 30 ثانیه طول خواهد کشید اگر پروسیجر رو در واقع آشنا باشید بهش. ولی اگر میخواید پروسیجر کامل رو رعایت بکنید از روی نیتو چک لیست این ویدیو میتونه مناسب باشه. ویدیو طولانی خواهد بود. زمانی که قبلا هم توضیح دادم هر ماژولی در DCS رو لود میکنید، در واقع تمام باتن ها به حالت پیشفرض و درست هستن. یعنی مثلا نمیبینید که به فرض فیول دامپ بالا باشه یا مثلا میشن کامپیوترمون جا به جا شده باشه و یا باتن های دیگه ولوم نابا، هر چیزی که مرتبط هست. در نتیجه احتیاج به پری فلایت چک لیست نیست، اما در این ویدیو من پری فلایت چک لیست هم جلو خواهم رفت، برای همین ویدیو طولانی تر خواهد بود. نیبورد خودم رو دارم، نیبورد رو خودم ساختم. برای ساخت نیبورد از نیبورد بیلدر استفاده کردم. دوباره در ویدیوی جداگانه نحوه ساخت نیبورد رو توسط نیبورد بیلدر توضیح دادم، میتونید به اون در واقع ویدیو مراجعه بکنید. رایت شیفت و کی رو که بزنم از در واقع با کنترل چپ و اس میوت میکنم به خاطر اینکه لفت شیفت و کی نیبورد من رو میاره و این نیبورد من هست. نیبورد زشتیه، اگر دوست داشتید میتونید خودتون نیبورد طراحی بکنید. و از اینجا شروع میکنیم. پری فرایت چک لیست، پری استارتاپ، ایجکشن سیت رو مطمئن میشیم که سیف هست، که سیف هست، بالا هست، این به صورت آرم هست، به صورت سیف هست. اینجا سیف رو میبینیم. قطعا خب با کاکپیت اگر آشنا نیستید ویدیو کاکپیت اینتروداکشن یا در واقع فامیلیارایزیشن رو توضیح دادم، ویدیو دارم، میتونید به اون مراجعه بکنید. ایجکشن شیت سیف، کانوپی هندل فوروارد هست، پارکینگ بریک ست هست و مستر آرم سیف هست و البته ویل چاک هم داریم. لفت اند رایت وال، لفت وال سرکیت بریکرز، بریکس میبینیم که اینجا
تمام در واقع فیوزامون داخل هست، left و right. پس این all in check. دوباره ایجکشن سیت رو نباید اینجا داشته باشم، بعد ادیت بکنم این نیبورد رو دوباره سیف بوده. بالا رو اشاره کردم manual override handle سیف سیف. هارنس اند رادر پدالز، رادر پدالام آزاد هست. هارنس هامو میتونم با این در واقع سیف بکنم که اینجا کاربردی نداره، فقط حالت نمایشی هست، کاری انجام نمیده. این فریکشن هم برای مقاومت تراتل هست که چقدر سفت بشه این تراتل برای جلو عقب رفتن، که باز تو گیم کاری انجام نمیده. این دوتا کاملا نمایشی هستن. از جمله چیزهای دیگه که نمایشی، این قسمت کریپتوگرافی و انکریپشن رادیو هستش که توی فیتین کار نمیکنه، و این سویچ ناکلیر که ما ناکلیر رپن نداریم توی فیتین، کلا تو دی سی اس نیست به غیر از میگه 21 تا اونجا که من میدونم. من رو برات سیف هارنس رو چک کردیم. میشن کامپیوتر، میشن کامپیوترمون بالا پایین نرم هست، وسط هست. برای همین میگم اینو بعد همه رو ما یکی یکی باتنا رو بریم و خیلی طولانی خواهد بود. میشن کامپیوتر سیف، هارد ریلیک آیسولیشن نرم هست، او باکس آن، اینجا او باکس رو آف داریم، اکسیژن فلو آن هست. اگر اکسیژن فلو رو آف بکنید باعث در واقع بذاری که بگذره، میبینیم که باعث بیهوشی خلبان میتونه بشه. اینو باید آن بذاریم همیشه، حداقل اینطوری در دی سی اس متاسفانه سیموله شده، باعث هایپوکسیا میشه. من ترک های آرد استفاده میکنم برای آشنایی با ترک های آرد و جویستیک ها. دوباره ویدیو تهیه کردم، اینجا پاز میکنم که خیلی جا به جا نشه. اکسیژن فلو آن، آنتنا سویچ کام یک عرض شود که اوتو هست، اینجا اوتو هست، وسط هست، وسط اوتوه. آی اف اف مون قسمت آنتنا سلکت آی اف اف دوباره اوتو هست، بوف هست، معذرت میخوام. جی ایکس ام تی اینجا قسمت آف هست، آف درسته. میرم پیج بعد، با برکت میتونیم بریم پیج بعد. برکت کنار دو، اگه کیبوردتون کیبورد کوئرتی باشه سمت راست و چپ در واقع سمت راست پی هست، برکت باز و برکت بسته کنارش هست. توی فارسی کروشه بهش میگیم، در واقع برکت میگیم و کروشه، که حالا هست همین دکمه میتونید استفاده بکنید برای پیج عوض کردن. ریلی آف هست، ILS UFC هست که اینجا من داریم و UFC. چنل مهم نیست، چنل نمیخوایم الان ست بکنیم، منوال توسط UFC ست میکنیم. اینو وقتی میزنیم UFC دیگه توسط upfront کنترلرمون اینجا در واقع میایم ILS رو میزنیم و کانال رو میدیم. اگه نه میتونیم بذاریم اینجا من منوال و توسط این نابمون شروع کنیم در واقع ILS رو عوض کردن، که ما با UFC میخواییم کار بکنیم. بیشتر از این سعی میکنم توضیح ندم. مستر نورم، نورم هست و مود 4 دوباره این قسمت IFF، این قسمت مود 4 میتونیم آف بکنیم یا دیزیبل باشه یا دیزیبل اوتو باشه. برای کریپتو همینطور، مود 4 آف. اگه بخوایم مود 4 نداشته باشیم به صورت پیشفرض روی دیس هست. کریپتو نورم هست که نورم رو داریم. ولوم نابا، هر چیزی که تمایل دارین از دیزایرد من همه رو بالا میبرم، تکم بالا همه رو زیاد میکنم. جنتای کنترل، این کاور بلند نمیشه، این هست که مطمئن میشیم که پایین هست، کاورشو میذارم. نورم اند گارد، گارد یعنی که این پاور این کاور روش بیاد گارد باشه، ولی بعد بزنی بالا مطمئن شیم که نورمه، اینجا نوشته نورم، پایین بعد باشه. APU off، APU off هست.
انجین کرنک آف هست، وسط هست، FCS گین نورم گارد، FCS گین بلندش میکنیم نورم هست، گارد کاورشو برمیگردیم، فیول پروب ریتراکت، فیول پروب وسط که باشه ریتراکتر ریتراکت هست، فیول اکسترنال تانکس وینگز و سنتر لاین جفتشون نورم هست، نورم هست، فیول دامپ آف، فیول دامپ آف، متاسفانه اینجا این زاویه زاویه بهتریه، فیلد آمپ آمف وینگ نورم، متاسفانه اینجا من بعد تراتل رو ببرم جلو و این کار خوبی نیست، فقط میخوام بهتون نشون بدم نباید این کار رو میکردم. اینجا نورم بعد باشه، نورم هست و اینتروینگ نورم، تراتل آف که آفش میکنم، میریم سراغ حالا این به ناپای در واقع میرسیم، اینجا این پایین تر هست، بعد دوباره ادیت بکنم این نیبورد رو، پوزیشن لایت آف هست، آف فرمه آف، دی سی اس باک داره یه ذره خیلی حساس شدم، فرمیشن آف هست و اینجا ما این رو قسمت استروب لایت رو میذاریم روی آف وسط. خب مطمئن میشم که تراتل هم آف هست، برمیگردم بالا، تراتل آف، فایر تست سویچ نورم هست، وسط باشه نورمه، پوزیشن لایت ها رو چک کردیم، میریم برای لفت ورتیکال پنل، پنل این قسمت. متاسفانه ویدیو خیلی طولانی خواهد شد، میتونید اسکیپ بکنید و برید برای بعد از پری فلایت چک، لندینگ گیر، لندینگ تاکسی لایت معذرت میخوام آف هست، لانچ بارمون ریتراکت هست، بالا ریتراکته، آنتی اسکیت آف هست، آنتی اسکیتمون آفه، فلپسمون فوله، فلپس پایین پایین فوله، زمان خاموش کردن هواپیما هم فلپس رو فول میذاریم خاموش میکنیم، سلکت جتسن سیف هست، سیفه، لندینگ گیر هندل داون هست که پایینه، اینجا میتونیم ببینیم بهتر پایین هست، کانوپی جتسن هندل فوروارد هست که اون اول چک کردیم، هوک بایپس مهم نیست، هواپیما وقتی خاموش باشه با دیفالت میاد رو کریر، اصلا اینو فیلد نمیشه داد. زمانی که استارت میکنیم اگه برو کریر باشیم، حالا توضیح خواهم داد که چرا این چه کاری میکنه با ای او ایندکسر کار داره، مستر آرم سیف، میرسیم به این پنل، اینجا پاز میکنم آیا ترک آیا همو، مستر آرم سیف، رایت فایر ان پی فایر وارنینگ نات پرست این اوت، منظور این دوتا هست که پرست این نیست، اگه پرستش بدم میبینید که رفت داخل، پرستین نباشه، پرستین نباشه، کاور رو میخوابونم، لفت فایر ان ای پی یو رو چک کردم، رایت رو چک کردم، لفت دی دی آی آف، آف هست، رایت دی دی آی یا ام اف دی در واقع دی دی آی هست، ولی توضیح دادم روی کاکپیت اینترودکشن دات روی کاکپیت فامیلیاریزیشن که دی دی آی چیه، ام اف دی چیه و چرا به اینا میگیم ام اف دی و یا دی دی آی، لفت دی دی آی، رایت ای ام پی سی دی، ادوانس مالتی پرپس کال دیسپلی آف هست، میریم برای سنتر اینسترومنت پنل، هات سویچ نورم، هات سویچ، بله هات سویچ همون هست، اینجا نورم هست، اینجا میتونیم ریجکت داشته باشیم، اوکی نورم، هات برایتنس آف هست، هات سیمبولوژی برایتنس دی هست، ایوی ایندکسر کنترول همون آف هست، همتر تبل چکلیس برایت میذاریم، پیج بعد ریلی آف، ریلی کام پنل، خودم هم گمش کردم، خیلی وقت من این کار دیگه انجام نمیدم و از روی در واقع فست استارتاپ هم میرم جلو،
او من برگشتم بذارم بخوام پیج قبل میگم خدایا ریلی اینجا نداره چرا؟ اوکی اصخایی میکنم اینا رو چک کردیم ایو ایندکس رو برایت گذاشتیم پیج بعدی altitude barometric هست ATT attitude اوتو هست که وسط باشه اوتوه hot video control همین هست hot video control که hot video control off هست offه UFC کام 1 و 2 ولوم off UFC brightness control dim یا همون off ADF وسط بعد باشه off ECM با backspace و یا کلیک کردن بر روی این استیک رو میتونیم هاید بکنیم ECM اوکی ECM off هست اینجا آنه این knob off هست ECM jettison که میبینیم پایین بعد باشه not pressed in او مذارب خواهم ECM jettison not pressed in داخل فشار داده نبوده باشه dispenser off هست که بله آفه اینجا الان بزنم بالا آن میشه این آف رو سخت نشون بدم اینجا آف هست این که میبینید این مربوط به رادر پدال هست دیسپنسر این باتن هست که اینجا الان پایینه یعنی که آفه و آکسرل اینجا آکسلری میبینیم نورم باید باشه که نورمه استنبای اتیتیود رفرنس اینجا هست کیج ان لاک آی آر کول آف هست آی آر کول آف هست اچ ام دیمون این هم آف گذاشتیم مهم نیست ولی واقعا اسپین ریکاوری سویچ میزنیم بالا مطمئن میشیم که پایینه و گارد بد باشه اگه بالا بزنیم وقتی که میزنی پایین خودش گارد میشه یعنی میاد پایین بعد گارد میشه ولی بعد مطمئن باشیم که این پایین هست تمام این سویچ ها انتظار میره که به این صورت باشند ببینید الان اینجا وقتی که گارد باشه قطعا این پایینه تا اینجا ما در واقع میتونم بگم تقریبا هیچ کاری نکردیم به غیر از اینکه من این مود 4 رو که مهم هم نیست واقعا چون با مود 16 کار میکنیم روی دیتا لینک 18 این رو آف کردم بقیه همونطور که میبینید همون چیزی که بود مگه اینکه من فقط تکن رو بردم بالا و تکم بود و همین یه سری فرمیشن لاک که اونا رو قراره که دوباره تغییر بدیم تو استارتاپ و اینجا منوال اوورراید همه چیز همون چیزی بود است که بوده مگه مثلا ولوم نابا اونا که واقعا مهم نیست زیادشون میکنیم یعنی پروسیجری که واقعا زمان رو خیلی هدر میده چون چیزی نداره و هر وقتی که میاد باتن ها همون جوری هستن که باید باشن اما اگر شما علاقه مندید میتونید این رو به این شکل جلو برید که یه مقدار این مقدار طبیعی تر بشه در حساب ما تو سیمولیتوریم یادمون نره رایت ورتیکال پنل هوک لیور آپ آپ هست وینگ فول کنترل پنل سیم از وینگ پوزیشن وینگ پوزیشن ما وینگ همون بالا هست به سمت بالا هست این هم باید در واقع همین به صورت بالا باشه فولدت باشه یعنی بسته شده اگه بخوایم اسپریت میکنیم زمان تیک آف که روی زمین معمولا به صورت پیشورز این باز هست و اینجا باید ببینیم که به صورت اسپریت اند لاک باشه این باز باشه و داخل و حالا اینجا فولد میذاریمش چون فولده فولدت هست هوک لیول وینگ فولد ای وی کول نورم ای وی کول خیلی مهمه مربوط به دامپ کردن در واقع فشار خیلی درست شاید نگم فشار هوای داخل که ایجاد شده توسط هیدرولیک آپ ماست که توسط یه سری از محفظه‌هایی که قبلا اینجا نمیتونم برم زیر آپ ما نشون بدم یه سری حالت حفره‌هایی هست که از اونجا اگه لازم باشه خلبان امرجنسی میزنه که اونجا خارج بشه به صورت نرم هست در صورت رادار آلتیمیتر آف هست رادار آلتیمیترمون آفه میرم برای پیج بعد رایت جنریتور آف بطری آف هست لفت جن آف ای سی اس مود اوتو و به حسابی بهتری من بتونم
اینجا ببینیم، اینجا ECS مود داریم، الان بالا اوتو هست، ECS cabin temperature 10 o'clock همیشه باید توی این حالت باشه که هست، ECS cabin pressure norm و اینجا بالا هست cabin pressure norm، anti ice pitot auto اوتو هست، آن نباید باشه، انجین آنتی آیس باید آف باشه، بلید ایر ناب نورم اند داون، این الان بالاش میتونه بچرخه، نورم باید باشه و این میتونه بیاد بالا هم تو که میبینید نورم اند داون که هست، آنتی آیس بلید ناب دیفاک لیور میت رنج، این ترجیحاً عقب جلو نباشه، میت خوبه وسط باشه، ویند شیلد اینجا ویندشیلدمون رین داریم، آنتی آیس داریم، آف میذاریم، برای لایت هامون همه رو آف میکنیم، لایت تستمون آف باشه، مود نو دی بد باشه که دی هست، فلر پادامون برای قسمت فلرمون فلر کنترل پاد آف هست، لایتنینگمون سیف هست، لیزرمون آف هست و میریم برای INS رادار آف آف، اینا کار نمیکنه ولی بای دیفالتش این هستش که یک باشه، این روی پی باشه و کی 58 پاورمون هم آف باشه که هست، و FCS سویچمون بتونم بهتون نشون بدم اینجا هست که اگه بالا پایین داریم این حالت بالا آن هست و به صورت عادی در واقع نرم هست، البته این برای بیلتین تست اینجا اشتباه نشم FCS BIT بعد میزدم و این بود. حالا بریم برای استارتاپ، من صدا رو آن نمی کنم به خاطر اینکه صدا زیاده در اطرافمون، اینجا بطری رو میزنم آن، ولتاژ میترمون بعد بالای 23 نشون بده که میبینیم نشون میده نزدیک همون هلوش 20 و 16، اینجا نزدیک 20 خوبه یه درسته، بطری آن، اینجا معذرت میخوام اول اوراید رو میزنم، این در واقع پاور امرجنسی ماست، دو تا بطری داریم، اینجا میبینیم که این الان از اون خط بالاتره از این چک که درسته، بعد ولتاژ میتر برای یوتیلیتی باتری ان امرجنسی باتری، این ای امرجنسی باتریه، این یو یوتیلیتی باتریه، معمولا با این کار میکنه، این امرجنسی اگه لازم باشه میاد تو مدار هز اگه لازم باشه استفاده میکنه، اینو آن میذاریم، هر دو باید بالا باشن، بالا 23.5 23.5 ولتاژشون باشه، لفت جنریتور آن left on right on hydraulic pressure 2000 psi رو بعد به ما نشون بده که همینطور میبینیم hydraulic pressure 2000 رو، بله همین است، hydraulic pressure 2000 رو نشون میده، این hydraulic که مثلا بخوام 1 و 2 هست، من اشتباه گفتم، این دو تا عقربه داره 1 و 2، این الان صفره، هایدریک پرشر 2000 پی اس آی، هایدریک بریک پرشر 3000 پی اس آی، الان نزدیک 3000 داریم، به حساب 3000 نرسیده، این بریک پرشر هست مناسب بالای 2000 باید باشه، من اینجا رو اشتباه نوشتم، این دوتا رو من اشتباه ولی اوش رو نوشتم، زمانی که روشن میکنیم حالا هایدرولیکمون رو بعدن چک میکنیم دوباره، پرفورم تست A، برای تست A اینجا صدا رو باز میکنم بشنوید، engine fire left همتون نگه میداریم، engine fire right APU fire bleed air left bleed air right. خب تموم شد، بلش میکنم،
بعد از اینکه تست فایر تست ایمون انجام شد اینو میذارم برگرده به حالت نرم، 10 ثانیه صبر میکنم به خاطر اینکه یک نوار کارتریج هست که اجرا میشه و میخونه و دوباره برای تست بی میرم که تست دوباره حالت همه چی ریداندنت هست به خاطر اینکه اگه امرجنسی پیش اومد به اصطلاح همه چی داپلیکیتد هست که از دومی استفاده بشه. میرم برای دومی. Engine fire left. Engine fire right. APU fire. Bleed air left. و البته من این چکلیست رو از روی چکلیست نیتو خودم نوشتم. چکلیست نیتو خیلی دیتیل داره، یعنی همه چیز رو نوشته که اگه امرجنسی بود چیکار بکنید و اینا، که خب توی DCS پیش نمیاد مگر اینکه خودتون توی مشن ایتور بگید که فیلیور داشته باشید. Check after fire test. Check no caution light on standby. کاشن پنل. اینجا میبینیم که کاشن لایتی نداریم جز اینکه میگه که بطریمون سویچمون آنه و FCHS اوکیه. اینجا هم کاشن لایتی نداریم پس اوکیه. میریم برای request for startup. مطمئن نیستم با خاموش بودن کار بکنه ولی میریم برای F5. معذرت میخوام. ATC Steven Johnstonis request startup 1-0 request startup. تا هاپون گوشم نشه متاسفانه جواب به ما نمیده، حالی که این توی مقطع بعد به ما جواب بده. خب بعد به اینکه کلیر شده نرسه تا ولی خب جواب نمیده بخاطر اینکه رادیو همون چون خاموشه هواپیما رادیو کار نمی کنه، رادیو کار نمی کنه، ارتباط نداری. اینم از باگای جالب سکونس های DCS هم. APU رو آن میکنیم، فرض میکنیم که استارتاپ کلیر گرفتیم، API آن، سب میکنیم که این چراغ سبز بشه. بعد که سبز شد انجین کرنک رو میدیم سمت راست و بعد میذاریم سب میکنیم که به RPM 20% برسیم و بعد API الان ردیه. صداش هم میشنوید، صدا رو دوباره با لفت کنترل و اس میبندم، میوت میکنم، میذارم رایت. اینجا سب میکنم که به 20 برسم. زمانی که به 20 رسید، بالاتر از 20 که شد، با رایت شیفت و هوم میارم رو آیدل. مانیتور میکنم که دما بیشتر از حدی که مجاز هست نره، همیشه باید زیر 800 در واقع تمپرچرمون باشه، درجه سانتیگراد هست. خب آیدل میذارم. انجین رایت انجین آر پی ام بین 60 تا 73 باید باشه که بین 60 تا 73، 65 الان. رایت ای جی تی و تمپرچرمون باید از 190 تا 590 باشه، 190 تا 500. اون اولش یک لحظه زیاد میشه بعد کم میشه که الان رفت تا 800 تقریبا، 600 خورده بود به 800 نمیرسه، هیچ وقت نباید به 800 برسه، همیشه باید بیلو 800 باشه و بین 190 و 590 که الان بین 190 300 هست، بین 190 و 590. میرم برای صفحه بعد. رایت فیول فلو بین 420 تا 900، بین 420 بین 420 و 900 که درسته، این 600 در 100 میشه، میشه 600، بین 420 و 900 میشه. بعد اگه مود این رو بزنیم اوکی. و رایت نازل رو داریم بین 73 همونطور که میبینید بین 73 تا 84 درصد هست، 50 60 70 73 تا 84 تقریبا الان رو 80ه، 84 اینجا 90 این بین میشه رو 80 الان، بین این بعد باشه. رایت اول پرشر بین 450 تا 110 پی اس آی هست که اینجا 60 پی اس آی و بلید ایرمون اینجا بسته شد زمانی که هواپیما رو فایر تست گرفتیم. بعد روشن بکنیم برای اینکه برگردونیم به حالت عادی، اینو در جهت خلاف در جهت عقربای ساعت یه 360 میگردونیم به صورت کلاک وایز در جهت عقربای ساعت
و الان اینجا بازش کردیم. زمانی که تست میکنیم بلیدرمون بسته میشه. left DDI رو میذاریم رو day, right DDI day, MPCD, AMPCD رو میذارم کامل برایت بیاد بالا. left DDI رو میبرم روی FCS menu, FCS, FCS رو دارم. check on FCS left DDI. اینجا باید الان چک بکنم روی left DDI ببینم که برای به خاطر اینکه موتور شماره 2 رو اول توی F18 میاریم بالا, heat relic pressure 2 مثلا بهمون میگه اینجا مثلا بیاد مینویسه که 2 alpha 2 bravo یا مثلا hydraulic, اینجا چیزی نداشته باشیم, failure برای شماره 2 نداشته باشیم که نداریم. همچنین میبینید اینجا کاشنا همه wing هست و کاناپی و flaps و hydraulic, اینجا رو میبینید 1A هست و هایدرولیک 1B, تو نداریم, توی A توی B, یعنی که سمت دومون موتور دومون درست اومده بالا, همه چی اوکی فعلا. لایت تست پرفورم, لایت تست میکنم اینجا, لایت تست همه اینجا چک میکنم تمام کاشن لایت هم همه روشنه, همه روشنه, یه لایت تست خوبه که داریم, هوک همه چی روشن, جا صدا رو اگه بزنم صدا رو هم داریم, هر کامنتی رو میبندم هم صدا گرفته بشه هم دوست رو شما بگرد شوت رو اینه هست من برای باید کس باید بشون بدم یه لایک دست کامله like this, engine crank to the left, engine crank رو میزنیم برای left, سب میکنیم اینجا به بالای 20% برسیم, 18 هم برسیم بزنیم اوکی. برای موتور راست right shift و home رو زدم, برای موتور چپ left alt 25% شد, اینجا 27%, بالای 20% left alt و home رو میزنم, تراتر حرکت میکنیم و تو آیدر, موتور هم قبلا چک کردیم دیگه تراتر هم off بود, توی استیکتراتورمون هم باید و هوتاسمون هم باید مطمئن شیم که توی هوتاسمون هم آف هست, وگرنه هپام شروع میکنه حالا به حرکت کردن در نمیاد چون بریک داریم, ویل چاک داریم, ولی در صورت باید پایین باشه. امیدوارم که صدای من رو زمانی که صدا باز بود شنیده باشید. در صورت ادامه میدیم, 20% آیدل اینجا دارم, بعد مانیتور بکنیم, بین 60 تا 70%, 65% هست, دوباره فیول فلامون بین 420 و 900 بعد باشه که هست, ضرب در 100 میشه, این میشه 600, تمپرچرمون در واقع الان 300 هست, باید بین 190 اینجا بین 190 تا 900 باشه, زمان استارتاپ بالا میره 600 خورده 700 ممکنه برسه ولی زیر 800 بعد باشه همیشه, در همه حتی در زمان تیک آف حالا میرسیم بهش. نازل پوزیشن رایت فیل فلو اول پرشرمون هست که 60 هست بین 45 تا 50, حالا روی دوباره اینجا چک میکنیم, همونطور که میبینید اونجا قبلا هایدرولیک 1A و 1B رو داشتیم, الان دیگه نداریم, الان هیچ چیزی مربوط به موتورامون نداریم, نه 1 نه 2 نه هایدرولیک, هیچ زبده رو ایکس و فیلیور چیزی نداریم. انجین کرنک رو بعد چک میکنیم که اومده باشه وسط, آف باشه که آفه, APU مون آفه الان, میرم صفحه بعد, check on MPCD, HSI data waypoint 1, خب میرم برای HSI menu support HSI, نقشم رو برمیدارم, مهم نبود که باشه, میرم برای data و waypoint, waypoint 0 current location هواپیمای من هست, یعنی اینجایی که الان من هستم روی لاتیتود لانگتیتود جغرافیایی اینجا در واقع باید صفر باشه. حالا اگه بخوایم لاتیتود لانگتیتود دقیق تری بگیریم میتونیم پرسایس رو بزنیم, به ما یه لاتیتود لانگتیتود با این فرمت میده, میتونیم بریم تو AC aircraft در واقع سیتینگمون, اگه اینجا لات لانگ و دسیمال هست یه دونه پوش بزنم سکند میده, برگردم رو وی پوینت ما به صورت سکند میگیریم, این دقیق ترین فرمتی هستش که میتونیم بگیریم, تو AC اینو سکند میذاریم, برمیگردیم رو وی پوینت, وی پوینت صفر, این دقیق ترین نوع وی پوینت هست, برای جیدم و جیسا هم از این فرمت استفاده میکنیم, پرسایس اینجا باید البته تیک اینجا باکس شده باشه, تیک نه باکس,
کوردینیت چک. الان بعد ما با کوردینیتمون چک بکنیم که اینجا چه کوردینیتی رو داریم، لازم باشه کوردینیت، یعنی باید کوردینیت حال حاضر هواپیما رو بدیم. تو دی سی اس هنوز سیمولیت نشده و به صورت پیش‌فرض گفتم همه چی پرفکت کاندیشن هست، همه چی به صورت خیلی درست لود میشه، وگرنه بعد چک بکنیم اگه لازم باشه اینجا یو اف سی رو بزنیم. و در واقع من اگه برایتنس یو اف سی مو با فرانت کنترلرم ببرم، مذهب این هست نه خودم رو ببرم بالا، اینجا الان به من پوزیشن خواست، من یه بار دیگه اف اف میزنم، اینجا میزنم یو اف سی، اینجا باید پوزیشن رو بزنم و شروع کنم پوزیشن دادن که الان لازم نیست، فقط چک میکنم همین پوزیشن هست که هست. آی ان اس رو اگر بر روی زمین بودم میذارم روی گراند، اگه بر روی کریر بودم میذارم روی سی وی، الان روی کریر هستیم میذاریم روی سی وی تا الاین بشه. برمیگردم روی اچ اس آی، اینجا میبینیم که داره الاینمنت انجام میشه 99 ثانیه یا هم کانترش حالا 99.99 ساب میکنیم تا این برگرده به 5 0.5 و الاینمنت کامل بشه. وینگ لیور این ایر فیلد، اگه رو ایر فیلد باشیم اینو آن فولد اسپریت میکنیم، ولی الان من رو کریرم، یعنی این وینگم رو باید بزنم باز کنم، نمیخوام الان این کار رو بکنم، البته میتونم، اینجا کسی مزاحم من نیست. زمان لود کردن وپن و زمان در واقع الاین کردن INS چه بر روی زمین چه بر روی کریر، اگه بخواید بذارید گراند یا سی وی، بعد از استارت دو موتور قبل یا بعد از وپن لود انجام میشه، یعنی در هنگام وپن لود، به خاطر اینکه هواپیما تکون میخوره و اون تکونا باعث میشه که INS درست الاین نشه، این رو در نظر داشته باشید. مود 4 میرم برای دیس، برمیگردونم دیس نورم ولوم ناب از دیزایرد که ولوم نابامو اونجور که خودم میخوام گذاشتم. لندینگ تاکسی لایت اگه لازم باشه آن میکنم، الان تو روزیم لازم نداریم. فورمیشن لایت اینا دیگه پروسیجر بستگی به اون فرودگاه و یا اون حالت خاص، اون میشن خاص، بریفینگ و اینا داره، این بخوام بالا میبرم. قبلا نحوه مپ کردن رو توضیح دادم، اینجا مستر در واقع مستر سویچ من هست برای لایت، اینو آن میذارم که لایت همون آن بشه. این هم تاکسی هم حالا آن میذاریم ولی نباید، احتیاجی نیست. فرمیشن تایپ استورب لایت اون پایین هست، الان نمیبینید شما، اینجا این که نیست، اون پشت استیک هست که من اینو مپ کردم به یه کلیدی و حالا یه ذره وقتی که رفتیم کتپولت لاک شدیم یه ذره تراتل ببرم جلو نشونتون میدم، اونو بعد مپ بکنید وگرنه به این راحتی ها نمیتونید. بعد تراتل ببرم جلو، نمیخوام تراتل ببرم جلو، داره آینس هم الان میشه تکونی نبرد، الانمند هم کامل شد، نشون خواهم داد. در صورت استروب لایت، اینتریور لایت، اینجا رو میتونم اگه بخوام مثلا لایت هامو زیاد کنم که اینجا روزه، این وارنینگ لایت رو اینا مهم نیست، لایت فلات هست میبینید که این تو شب تاثیر دارن اینا، این وارنینگ لایت خیلی مهمه، اگر اینو من بالا نبرم وارنینگ هام رو نمیتونم ببینم. اینجا وارنینگ ها، وارنینگ هایی که یه MFT که نه روی در واقع پنل هام میاد ممکنه نتونم ببینم، اینو وارنینگ ها همیشه برایت بذارید بمونه. ارشاد به خدمتتون. اوکی استور مستر مود لایت هم هست که مستر مود لایت هم میذارم رو دی، الان دی هست، اگر بخوام از نایت ویژن استفاده کنم، اگه شب باشه میذارمش روی در واقع نایت، اگه نایت ویژن بخوام استفاده کنم نایت ویژن گاگل میذارم مودش رو نایت ویژن، و زمانی که بخوام نایت ویژن استفاده بکنم این مود ام پی سی دی هامو باید بذارم رو نایت دی دی آی هامو، و همچنین این قسمت دی نایت هم رو برای یو اف سی و هات در واقع برای مذارب خواهم هات، اینجا این هات کنترول پنل هست، برای هات بذارم روی نایت، ولی الان روز میذارم روز و مستر مود هم میذارم برای روز، نه میخوام نایت باشه نه نایت ویژن، دی عرض شود که هات سیمبولز یا هات برایتنس هات اوکی اینجا روز هات سیمبولوژی مو نرم میذارم که چک میکنم دوباره این نرم باشه، نرم هست،
و بعد هات برایتنس هم اینجا ست میکنم، میبرم بالا. ایو ایندکس هم قبلا ست کردم، میبرم بالا. هات سیمبولوژی برایتنس، هات سیمبولوژی برایتنس دی بود که الان بنا به شب و روز دی و نایت میذارم. ایو ایندکسر کنترل برایت، برایت هست. یو اف سی کام 1 و 2 رو زیاد میکنم، یو اف سی برایتنس رو میبرم بالا. قبلا برای نشون دادن HSI اینپوت زیاد کردم برایت. رادیو کانفیگوریشن، اگه بخوام الان رادیو ستاپ بکنم، ستاپ میکنم مثلا 1 اینجا، مثلا استنیشو مثلا میزنم 127 5 اینتر فرض سی رادیو، رادیو دیگه داشته باشم میزنم چنل 1 اینجا. این چنل 1 هست، این در واقع چنل های مودای مختلف هست، منوال هست، گارد هست، 20 تا چنل هم هست که میتونم استفاده کنم. من چنل 1 میذارم. رادیو رو بعدا واردش خواهم شد و توضیح خواهم داد در یک ویدیو جدا کنم. رادیو کانفیگوریشن سری استند بای اتیتیود رفرنس ایندیکیتور، این هست که این رو دوباره چک کردیم کیج باشه. الان آن کیجش میکنم و ستش میکنم. او باکس صداشو میذارم باشه که بشنوید، یه دیدل دیدلی باید بکنه. خیلی ممنون نکرد، عجیبه که چرا صدا نکرد. نمیبید او باکس آن، اکسیژن فلو آن. میرم پیج بعد، کانوپی کلوز که کلوز کرده بودم. چک کانوپی پرشورایزیشن ایندیکیتور، اینجا رو کانوپی رو چک میکنم. بینگو فیول هم رو ست میکنم برای این پرواز، مثلا برای 4500. بینگو فیول چک. مستر کاشن پرس، مستر کاشن رو فشار میدم یه بار دیگه، فشار میدم که فشار دادم که اگه کاشنی هست از بین بره. یه بار دیگه فشار میدم که همه چی اینجا نگاه کنید الان روی استک میشه، دوباره همه رو میاره اینجا ریسیت میکنه فکر. بعد ریدارم رو میتونم بذارم روی وقتی آیا استنبای، بذارم روی استنبای. میرم برای بیلتین تست فلایت کنترولم، FCS ریسیت. اینجا میرم برای این رو زدم، FCS ریسیت رو اینجا میزنم. فلپ همو میزنم به اوتو، فلپ بالا. سف 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 هست، همش دو هست، مهم نیست مال استپ. ریست میکنیمش. رایت منیو، منیو سپورت بیلتین تست اف سی اس ام سی، منیو بی آی تی اف سی اس ام سی. و اینجا باید بی آی تی رو بزنم. زمانی که میخوام اینجا بی آی تی رو بزنم، شما باید این کلید رو، بیلتین تست رو، من اینجا در واقع آن بکنم. ممکنه که احتیاج داشته باشید که چون هم این خیلی با دست بری داره و همزمان باید این بی آی تی رو نگه دارم باهاش. در نتیجه کاری که من میکنم اینه که از کلید وای کیبورد استفاده میکنم. بی آی تی رو میزنم، کلید وای رو میزنم. این یه روشش هست. یه روش دیگه هارد ریسیت هست، اینه که من اینو آن بکنم، بدم بالا، بعد اینجا اف سی اس ریسیت رو بزنم، اینو نگه دارم، این دو تا رو با هم نگه دارم، یعنی اینو بدم بالا، این اف سی اس هم نگه دارم. هر دو تاشون ریسیت میکنن، ولی این ریسیت، این دومی ریسیت هارد ریسیت هست، ما نمیخوایم کارو کنیم، ما فعلا با ان اف تی کار میکنیم. و مذارت میخوام بی آی تی رو دارم میزنم، اف سی اس رو باید بزنم. اینجا میام اف سی اس رو میزنم و بعد این کلید بالا رو میزنم، یا این کلید، گفتم کلید بالا رو میزنیم برای هارد ریسیت و این اف سی اس رو میزنیم، اف سی اس و
شروع میکنه به تست کردن. وقتی احساس تمام بشه اینجا همه این همه شروع میشه گو گو. چهار تا گو میده میشه این کامپیوتر 1 و 2 FCS AUB. میبینیم که الان داره تستاش رو انجام میده برای لیدینگ اسکول اپ، برای ایلوان و در استپ. این پیپ 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 یعنی که همه چی اوکیه. گو گو گو. اینجا نگاه میکنیم اینجا این چهار رقم استپ مهم نیست، این چهار تا باید همه شون صفر باشن. این استپ به خاطر بشین خود کامپیوتر اپ ما هست که حالا من اینجا میتونم لود بکنم. البته بزاره بردم. اوکی میگیم که همه رو چک بکنیم. اینجا استپ و لفت و تپ و رادر همه ست باشه تو زیرو که هست. رایت بی دی آی رو اینا همه گو باشه که هست. فلپ رو میذارم رو اوتو. فلپ رو رو اوتو باید باشه که هست. اینجا تیک آف تریم رو فشار میدم. بعد از اینکه چک انجام شد تیو رو فشار میدم. الان میبینیم که اینا همه شد صفر و این شد 12. همیشه استپمون باید برگرده به 12. این رقم درسته شد. بعد FCS چک این. حالا تو این وضعیتی که الان هستیم من اگر استیک رو فول افت کامل بگشم اقعا میبینیم که رقم 24 نشون ده. رو استپ کامل بدم جلو 3 رو نشون میده بنابرای چک نیستم. لفت بدم حالا اینو باید اول آره اوکی. فلپ رو میارم رو هاف رو هاف هم اوتو. خب حالا میارم برای رادر فول اف فول جلو. قبل از اینکه رادر رو تست بکنم باید مطمئن بشم که این نوزبیل استرینگ من سلیک نشده باشه. باید توسط در واقع پدلی که ست کردیم کنترل ها قبلا نشون دادم. برمیگردم تو اجاز کنترل پدل. اینجا با A یا Autopilot Nose Wheel Steering Disengage رو میزنم که این نوز ویل هم بره و بعد رادرامو چک میکنم. رادر چپ میبینید به سمت چپ نشون میده 15، به سمت راست نشون میده 15. این فلش بالا یعنی استپ به صورت بالا 12 تریم شده و در واقع تریم دام که میکنید معنی هفتمون لیفت به سمت بالا داره، تنگیسی داره بسید لیفت داره بسید بالا. رادر چک کردم اوکی 15 15. نوزویل هم باید آف باشه که اینجا ذکر کردم. خب اینجا باید قبلش یه لاین عقبتر باید دوباره ادیت بکنم میذاشتم که چون توی نیتو هست که البته اونجا هست که همین شور مطمئن باشید که آف باشه ولی بهتر که من اینجا بنویسم که آف باشه. این چکلیست رو در اختیارتون خواهم داد ولی خب چکلیست رو بلیم بشید. فلپ رو میذارم رو هاف. فلپ رو برمیگردم رو هاف. Left DDI FCS not to show any tool or fedic. اینجا هیچ چیزی تو مثلا گفتم تو هایدرولیک یا فیدک یا زبدر اینجا هیچ چیزی نباید نشون داده باشه. یعنی یه تست موفق مخبول. وقتی که برگشتم فلپ هم گذاشتم رو هاف. چک میکنم اینجا left 12 باید باشه همچون که هست. تف و رادر و الوران و اینا همه دوباره چک بکنم. اینا معمولا همه رقم 30 رو باید نشون داده باشه. Do not show it's on FedEx Roger. AV cool emerge and then norm. اینو باید تست بکنیم. میزنیم روی emerge و بعد برمیگردیم روی norm. اوکی speed break probing. speed break همو بذارم بیاد بیرون. speed break چک میکنم. speed break light هم speed break رو میخوابونم. صدا رو میبندم. speed break رو میخوابونم. باز امیدوارم که صدای من رو داشته بوده باشید. خب تست کردیم همه رو، رفتیم جلو، مشخص فلپ و هاف گذاشتیم و الی غیره. صفحه بعد اومدم اسپید بریک رو زدم و اسپید بریک رو چک کردیم. ای بی کول ایمرج اند دن نورم. اسپید بریک لانچ بار سویچ اکستند اند دن چک ریتراکت. نو اکستند میذاریم. F2 اگه بزنیم
بهمون نشون میده لانچ بارمون اومد پایین، میزنیم بره بالا. هوک لور پروبینگ داون اند چک آپ، میزنیم پایین، پشت نگاه میکنیم، داون میدیم بالا. خب همونطور که میدونید چک هواپیما فقط شامل کاکپیت نمیشه، چک بسیار مفصلی داره که بیرون هواپیما توسط گراند کرو پلین کپتان انجام میشه و توسط خود خلبان یه سری چک ها در واقع دوباره انجام میشه و بررسی میشه و بعد به داخل کاکپیت میاد. ولی خب ما اینجا گراند کروی نداریم که قراره که در DCS در آینده این سیمولیت بشه. هوک لیور رو گفتیم، فیول پراب نگاه میکنیم، فیل پرابمون بیاد بالا، بیرون میبندیم، چک. البته من دارم یکی یکی انجام میدم، این کار نباید انجام میشه. من مثلا باید پوکمو بزنم پایین، فیل پرابمو بدم بالا، هر شبت که اسپید بریک رو بزنم بالا، لانچ بار رو بدم پایین، آنتی آیس پیتوت رو روشن کنم، پیتو تیتم رو روشن بکنم، یه مقدار میذاریم بمونه و بعد اینا توسط گراند کرو چک میشه و بعد به ما میگن که اوکی چک مثلا. خب حالا ما شروع میکنیم اینا رو جمع کردم، لانچ بار بسته، فیول پروب بسته، اوتو و آف، اسپید بریک ایویکول هم که همون اول تست کردم چون این بالا نمیمونه، فقط برای گفتم تخلیه است. ایویکول نورم، اسپید بریک ریتراکت، چراغ ریتراکت باشه، لانچ بارمون بالا باشه، لانچ بار بالا باشه، هوک لیور رو چک کردیم بالا بالا، فیول پراب بسته باشه، بسته است، بسات نورم هست، آنتی آیس و پیتو تیت، آنتی آیس آف باشه و پیتو تیت اوتو. التیتیود رادار، التیتیودمون اینجا میذاریم روی رادار، زیر 5000 فیت رادار هست، بالاش میذاریم روی در واقع بارومتریک. رادار التیمیتر هست که اگر بر روی زمین باشیم ست میکنیم برای 400، اگه بر روی ناو باشیم ست میکنیم برای 40، مناسبه 40 یا 60، من 40 میذارم، 60. تست میکنیم، تستش به این صورته که اینو داخل میدم، صدا رو میشنویم، یعنی که اوکی خوب تست. تایم زونم رو تو زولو ست میکنم، تایم زون زولو، مثلا میخواییم تایمر بود، زون رو میزنم زولو، این زدی که اینجا میاد زولوه. برای UFC میرم برای HSI، رو HSI هستم و بعد برای تایم UFC و اینجا در واقع ZTOD رو میزنم که این تایم زون منو به زولو تغییر میده، برش میدارم. Left DDI چکلیست پیج رو میارم، سپورت چکلیست، و Right DDI دوباره FCS هم میارم که روی FCS هم هست. تیرین میکنم هواپیما ما، اگر من الان هیچ لودی ندارم، یه کانفیگ لود میخوام بگیرم، F8 بک اسلش رو زدم، F8 گراند کرو ری آرم ریفیول، اینجا یه لود پریفرزی مثلا از بامب انتخاب میکنم، MK84 فیول تانک، دو تا امرام C دارم، سه تا فیول تانک دارم، دو تا MK84 دارم و دو تا امرام X9X. چپ و فلر رو مشخص میکنم، گانم رو مشخص میکنم، تایپش رو میتونم مشخص کنم، فیول از میخوام که دوباره ریفیول هم بکنن و این رو اسکین رو میتونم مشخص بکنم، اوکی میکنم، به هم میگه ریکوست ریارمینگ بعد به هم میگه کاپی سب میکنم، ریفیول بکنه، ریارم بکنه و بعد بنا به وزن هواپیما، هم تو که میبینید وزن الان زیاد میشه، بنا به وزن هواپیما من باید تریم هم سیت بکنم. اگر وزن من زیر 44000 پوند باشه، من استپریم هم میذارم رو 16، خیلی مهمه برای بلند شدن از کریه، برای بلند شدن از روی خشکی مهم نیست،
مگه اینکه بخواید تیک آف کوتاه‌تری داشته باشید و یا اینکه البته بستگی به وزن داره بدون افتر بنر اگه بخواید بلند بشید، اما بر روی کریر این قطعی باید ست بشه. اگر وزن من در اینجا بیشتر از 44000 پوند کمتر از 44000 پوند باشه میذارم روی 16 تریمم، و 44000 پوند تا 49000 پوند باشه میذارم روی 17. بالای بین 44 تا 49 17 بالای 49000 پوند میذارم روی 19. حالا الان ببینیم که وزن ما رو به چه صورت میده. فکر میکنم 49000 پوند بالا بیشتر شد. اینجا به من گفتش که ریارمینگ کامپلیت، ریارمینگمون تمومه، میرم برای ست کردن تریم. تریم ها میذارم بر روی 19. عذرخواهی میکنم ویدیو خیلی طولانی شد، اولش گفتم که طولانی خواهد بود. چک لیست میتونید از اون ویدیو استارتاپ کوتاه 2 دقیقه و نیم استفاده کنید جای 40 دقیقه استارتاپ. لفتی دی آی رو میارم روی اف پس و منو اف پس. اینجا میتونم کلایم رو انتخاب بکنم، کلایم ریت من رو نشون بده، و بعد هوم فیلد هم انتخاب بکنم که هوم ایر فیلد هم اگه وی پوینت ست کرده باشم چی باشه، که وی پوینت ندادم به هواپیما، نه اینجا دادم. نحوه دادن وی پوینت رو بعدا میگم، الان اینجا ویدیو خیلی طولانی‌تر خواهد شد و واقعا HSI و وی پوینت یه داستان کاملا ویدیو جداگانه خواهد بود. اینجا مثلا اگه وی پوینت 1 رو ست کرده باشم، یا مثلا وی پوینت 10 رو ست کرده باشم برای هوم ایر فیلد، هم هوم پلیت، حالا ممکن کریر باشه ممکن ساحل باشه، اینو میدم بهش. برای کلکولیشن فیول هست، من روی اف پس اینجا برای من کلکولیت میکنه که بهترین میزان مصرف فیول چی هست، و یا اینکه با توجه به ستینگ تراتل و ارتفاعی که من دارم چه مقدار فیول دارم میسوزونم و چه رنجی رو میتونم طی بکنم. این برای اون هست که به ما ادوایس بکنه که آقا چقدر فیول داری برای هوم، چون بهمون میگه اختار میده که هوم فیول اگه با این مثلا پاور مثلا افتر برنر بری یا پاور مثلا 90% بری برای هوم فیول کم میاری. این به این خاطر هست روی اف پس. چک ADI رو میارم، مطمئن میشم که همه چی درسته، که درسته، طبق هادم بد باشه، لول همه چی درست، کاپی هاد بد باشه. تکن ولوم هم قبلا ست کردم، تکنم رو میتونم ست بکنم، میدم 74 آن کلیر، 74 اینتر. تکن رو زدم، آن رو زدم، کلیر کردم، 74 تی آر و ایکس، تی آر ایکس اینتر. اگه اینجا تکن رو بزنم، اگه این کریر تکن رو ست کرده بوده باشیم روش دو میشن ادیتور، به ما نشون خواهد داد که چقدر با تکن فاصله داریم. الان ست نشده، این 74 داره تکن جای دیگر میگیره. این میشن اون میشنی نیستش که من به شما نشون دادم، میشن روی استنیس هست و متاسفانه فراموش کردم روی میشن ایتور ست بکنم. ICLS همینطور، ICLS رو میارم میزنم آن کلیر 14 اینتر، و اینجا دوباره ICLS ها میتونم باکس کنم. تکن کورس لاین آن MPCD اگه لازم باشه کورس لاین رو ست میکنیم. BRC رو بهمون میده، اینجا الان لازم نداریم. ILS required set کردیم. آنتی اسکید اگه بر روی کریر باشیم آنتی اسکید آف هست مثل الان، اگه بر روی ایرفیلد باشیم آن میذاریم، الان روی کریریم آف میذاریم. هوک بایپاس عرض شود که برای AOA ایندکسر هست، برای کلکولیشنی که ما میخواییم بشینیم چقدر این در واقع ایندکسر به ما ایندکسر درستی رو نشون بده برای AOA. و وقتی که رو فیلد هستیم فیلد رو میذاریم، وقتی که بر روی زمین میخوایم بشینیم فیلد رو میذاریم، بر روی کریر میخوایم لندینگ داشته باشیم کریر رو، که الان رو کریر هستیم کریر میذارم. در زمان لندینگ این جزو چک لیست های پری لندینگ هست که مثلا آنتی اسکیدمون آف باشه یا هوک بایپاسمون آف یا در واقع کریر یا لند باشه. آنتی اسکیدمون چک کنیم، هوک بایپاس ست هیت ادجاستمنت در واقع این هایت صندلیمون رو چک میکنیم، میتونیم این سیتمون رو اینطوری با این دکمه بالا پایین ببریم اگه لازم بود. فریکشنمون اینجا که گفتم نمایشی کار نمیکنه، بخوایم ست بکنیم میکنیم. بارومتریک التیمیتر رو میتونیم ست بکنیم که اگه لفت آلت و بی رو بزنید در واقع اینجا توی QNH 2999 2992 بارومتریک رو میده، که اینجا الان بارومتریک ما
واقعا در تعجبم چرا کار نمیکنه. این فکر کنم حالا آپدیت جدیده، تا چند وقت پیش کار میکنه، کار نمیکنه حالا. بالا پایین نمیره، اگه مال شما میره خوشو به حالتون. قبلا میرفت، الان نمیشه. متاسفانه دی سی اس من وسط استارتاپ به مشکل خورد و موس من دیتک نمیشد و متاسفانه من مجبورم ویدیو رو کات کنم و ادامه بدم. عرض شود که ادامه میدیم از بارومتریک التیمیتر که 29.92 بود و این باگ نیست اونطور که تو ویدیو اشاره شد، چون موس من از کار افتاد. 29.99 هست. ECM BIT test van on میذارم اینجا، AL67 رو پاور میدم، آن میکنم. و صدا خیلی زیاد هست. این رو دیسپنسرم رو آن میکنم، ECM رو میذارم رو استنبای STBY. زمانی که در واقع ECM همچنان در F18 بعد گذشته تقریبا 3 سال و نیم هست کامل نشده و ما اینجا باید چراغای نو گو و یا نو گو رو بگیریم که بعد از بیلتین تست البته، و متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و ما ECM رو نداریم در F18. اگه من مراجعه بکنم به EW که البته نشون نمیده، و من چون خارج شدم از DCS و دوباره برگشتم، وزنم 49 هست و کویک استارت کردم، این رو تغییر ندادم به 19. خب حالا الان میذاریم رو BIT و زمانی که بیلتین تست تموم شد اینجا میتونیم ببینیم. من دوباره میزنم که اگه من BIT رو بزنم، با توجه به اون صداهایی که میشنوید اینجا هم هست روی RWR که پایین DDI هست و صفحه خود روی MFD تموم شد، و بعد من میتونم بذارم روی Receive و یا XMeet که Transmit Receive هست، ترانسمیت هست. و عرض شود که ادامه میدیم. دیسپنسر کنیم وافل لفت دی دی آی رو میزهیم رو هات، لفت دی دی آی هات، رایت دی دی آی رو میزهیم روی اف سی اس. منو یکی دیگه، قسمت منو ساپورت، اینجا تکتیکال رو داریم، ساپورت رو داریم، ساپورت اف سی اس، اف سی اس چک میکنیم. Confirm step left F to 12 که هست، لفمون توی 12. تف آل رادر اینا همه روی C هست بغیر از ایلران که مهم نیست، مشکل نداره. و برای اینکه بخوایم چک بکنیم رادر رو، حواسمون می بود که باید نوز ویلمون رو در واقع دیزگنیت کرده باشیم که انگیج نباشه برای تست کردن رادر. و برای چک کردن استیکمون و تمام سرفیس هامون به صورت باکس پترن به این شکل استیک رو تست میکنیم. اوکی، آنتی آیس بی توت اوتو هست، انجین روی آف هست، اگه زمستون باشه لازم باشه آن میکنیم، یا ارتفاع خیلی بالا باشیم سرد باشه آن میکنیم. بعضی اوقات اگه لازم باشه، نه بعضی اگه لازم باشه، خود سیستم ساجست میکنه به اون، میگه که مستر کاشن روشن میشه که آن بکن انجین آنتی آیس رو، و ما اینجا آن میکنیم. تستش رو که انجام دادیم میذاشتیم روی تست و تو تستینگ انجام دادیم. ویندشیلد از دیزایرد، الان اینجا رین نداریم، آف هست. اگر رین داشته باشیم میذاریم رو رین، اگه آنتی آیس داشته باشیم میذاریم رو آنتی آیس، اگه برف باشه
دیفاک لیور رو اون چیزی که میخوایم ست میکنیم. الان همین وسط مناسبه، اگه تو ارتفاع باشید قشنگ صداش رو میشنوید که داره دیفاک رو انجام میده، و اگر شیشتون و کاناپی رو بخار گرفته باشه متوجه میشید که هوا داره رد و بدل میشه و داره دیفاک میکنه. INS رو چک میکنیم که الائن باشه. روی اینجا INS alignment ما روی CVN گذاشتیم و شروع کرد برامون الائن کردن. من دوباره میذارم، میاد صفر میشه، و وقتی که صفر بشه یعنی اینکه INS مون الائنه، و بعد الائن میکنیم، میرم صفحه بعد تا INS الائن بشه. INS رو چک میکنیم همزمان که کانتاون داشته باشیم برای صفر شدن. وقتی که INS در واقع الان شد، کامل شد، میذاریم روی نو. یه مود دیگه داریم برای این فلایت ادجاستمنت که اون رو بعداً این فلایت توضیح خواهم داد. ساب میکنیم INS الان بشه. من سرعت ویدیو رو میبرم بالا. اشتباهی که من کردم اینه که این INS یه بار الان شده و الان تایممون زیرو هست. خب INS الان شده، تایممون زیرو هست، برمیگردیم روی گفتم اگر کریر بودیم CV، اگر روی زمین بودیم گراند، برمیگردم رو نف. عذرخواهی میکنم چون ویدیو قطع شد، این مشکلات پیش اومد متاسفانه، و من خب از روی این استارتاپ نمیرم چون خیلی طولانیه. اون استارتاپ سریع خودم هم چه انجام میدم. HSI رو چک میکنیم. اگر waypoint set کرده باشیم، مثلا waypoint رو شما انتخاب میکنیم، مثلا میزنیم waypoint 1، waypoint رو باکس میکنیم، بعد scaleمون رو اینجا تنظیم میکنیم اگه بخوایم، از 160 داریم تا برسه به مثلا 5 مایل، 5 nautical mile، 40 معمولا مناسبه، اسکیل مناسبیه. مپ رو من همیشه برمیدارم اگه بخوایم میتونیم بزنیم باشه مود مپ. اگر ممکنه فریم دراپ داشته باشید این مپ میتونه تاثیرگذار باشه. میرورها رو آف بکنید میتونه تاثیرگذار باشه برای پرفورمنس بهتر اگه براتون مهمه. HSI data waypoint، air to air waypoint رو سلکت میکنیم به این صورت که میریم روی، اگه waypoint داده باشیم که waypoint ها رو بحث خواهیم کرد، HSI، و بعد قسمت مثلا waypoint رو انتخاب میکنیم. مثلا waypoint 10 مون air to air هست و در اینجا air to air رو میزنیم. الان چون من نویگیشن این عدم باکس نمیشه، وقتی که میزنم این باکس میشه، به معنی این هستش که اونجا بولزای ما هست و air to air waypoint ما هست. دیتا لینکمون رو IFF رو آن میکنیم، IFF کلیک میکنیم، دکمه آن رو میزنیم آن میشه، دیتا لینک کلیک میکنیم آن رو میزنیم آن میشه، اگه لازم باشه ست میکنیم. این سیمولیت نشده چنلاش در DCS هنوز. SA پیج اگه لازم باشه میاریم منیو SA، بینیم داخل سنسور، اینجا میتونیم سنسورامون انتخاب بکنیم که هنوز خیلی هاش هم تو که میبینید باکس رو زد برخورده و هنوز سیمولیت نشده، ولی مثلا RWR رو من مثلا آل میذارم، معمولا فرند رو با RWR ID میذارم و برمیگردم روی SA که همطور میبینید مثل HSI هست، یه اپلیکیشن وجود داره، میتونیم waypoint ها رو انتخاب بکنیم. اگر چند تا waypoint داشته باشیم سکوئنشیالی بخوایم عوض بشه این سیکونس رو میزنیم، اگه بخوایم به صورت اتوماتیک برامون عوض بکنه اوتو رو میزنیم و این خودش شروع میکنه برامون عوض کردن. و من اشتباه کردم، گفتم چک کردم مشن رو تکند و میام رو HSI، تکند و ICLS رو ILS رو داده بودم، 74 هست و 14 ILS چون روی استنیس هستیم، تو صفحه ساخت مشن توضیح دادم. TGP و فلرپادمون رو اگر دارم استنبای میذارم، به هیچ عنوان آن نمی کنم در واقعیت، به هیچ عنوان که اینجا DCS مهم نیست، ولی در واقعیت در زمان تیک آف و لندینگ فلرپاد رو استنبای میذارن که در واقع اون کامرایی که داره آرم نباشه و اگر شیء خارجی بهش برخورد نکنه و آسیب بزنه. اینجا شما میتونید حتی آن بذارید، مهم نیست واقعا، ولی اگه میخواید خیلی ریالیستیک باشه استند بای. پارکینگ بریک رو ریلیز میکنم. قبلش به خاطر اینکه من ویلچاک دارم، اس بک اسلش اف 8 و اینجا
بک اسلش رو زدم افش گراند کرو ویل چاک رو میام ریموف بکنه. گفتم ریموف ویل چاکس، اینجا الان کاپی ویل چاک رو ریموف کرد. ویل چاکس آر ناو ریموفت. خب ویل چاک ندارم دیگه. پارکینگ بریک هم رو یه بار روش سمت چپ کلیک میکنم، زمانی که در واقع پارک هست به این صورته پارک هست، من یه کلیک روش بکنم توی برمیگرد رو حالت امرج، یعنی که دیگه پارکینگ بریک ریلیز شده. ریکوست فور تاکسی بک اسلش F8 F5، معذرت میخوام، بک اسلش F5 F1 جان استنیس هست. گفتم این باگی بود که ریکوست استارتاپ نمیداد تا زمانی که هواپیما روشن باشه، که خب دیگه مری نمیده بعد از روشن کردن هواپیما رادیو بیاد بالا که من بخوام ریکوست استارتاپ بدم، ولی خب این چیزیه که الان هست. F5 F1 هنوز به ما 127 500 رادیومون تو احتمالا تو میشن چیز دیگه ای ست شده که کار نمیکنه الان. بسیم ببینم میتونم F5 F1 متاسفانه اگه داخل اسمش اوکی. اینجا ریکوست میگیم برای تاکسی و روی ناف برای تیکاف. NWS رو آن میکنم، آن میکنم، روی ناف هستم، اگه لازم داشته باشم یک بار دیگه میزنم و های میاد. های که بیاد من میتونم با زاویه خیلی بیشتری چرخام رو در واقع بگردونم، نوزم و استراتم و INS نف. خب نف گذاشتیم، HSI ستاپ اسکیل دادیم، او مذهب خب اینا رو رفتیم. رولینگ فور تاکسی، خب زیر 75% RPM و زیر 35 نات وقتی که بر روی زمین هستیم تاکسی میکنیم. اینجا خب وضعیت خیلی فرق میکنه، خیلی باید آهسته تر تاکسی کنیم. تاکسی میکنم برای کتپولت 3 هم روی سوپر کریر، این که سوپر کریر نیست اما بر روی سوپر کریر هم تو که میبینید دوستان همچنان بعد از گذشت یک ساعت سر و پا بدون یک قدم تکون خوردن واستادن. خیلی آروم تاکسی میکنیم. من بر رایت شیفت و کی میبرم، نیورد رو هاید میکنم تا برسم به تاکسی. و گفتم تو میشن تکن و آیلس رو ست کرده بودم، برخلاف گفتم چک کردم بیدم که ست کردم. اینجا انقدر میام جلو که برسم به کتپولت لانچر، ترمز میکنم. اینجا میتونید برای خودتون رفرنس پوینت تعیین بکنید، یعنی مثلا بگید که اگه رو کتپولت 3 دارم تاکسی میکنم، اگه مثلا میرور من این آینه من به این شکل اینجا در اومد، اگه بعضی از میشنا F2 بسته است، اگه مثلا اینجا بود، یا اگه مثلا من این نقطه رو، یا بهتر بگیم مثلا این کامرای دیدی آی موازی مثلا اینجا بود تقریبا، یعنی رو کتپولت شات هستن. البته یک و دو رفرنس های بهتری دارن خیلی مشخصه، یا مثلا اگه این FLOS موازی با آینه من بود اینجا کنار آینم بود، یا اگه بال من مثلا سایش به این شکل بود، البته ممکن سایه نداشته باشید. یه رفرنس پوینت میتونید تعیین بکنید اگر F2 بس است، اگه نه یه ذره برید جلو همچنان براتون لانچ میکنه. دوباره میارم و عرض شود که بیفور تیک آف وینگ لیور این کریر اپریشن، نگاه میکنم که آنفولد باشه، وینگ لیورم رو آنفولد میدم، باز میکنم کامل. بریک رو گرفتم، اگه من شیفت و کی رو بزنم، کنترل و اینتر رو بزنم، بریکس هم بالاه. زمانی که کامل فولد شد، البته مهم نیست کامل فولد بشه، اسپریت میکنم و لاک میکنم، نگاه میکنم کامل فولد شده باشه که شده. و نوز ویل استرینگ این کریر اوپس دیسینگیج، اینجا دیسینگیج میکنم، اینجا دیسینگیج کردم و عرض شود که میام اینجا
روی FCS هم چک میکنم، دوباره چک نهایی رو انجام میدم. چون چک نهایی رو دارم انجام میدم دوباره استیکم رو تست میکنم. آن دزیگنیت کردم نوز ویل استرینگم و رادرام رو چک میکنم، مطمئن میشم که توی نقاش درستیه. فلپ هم رو نگاه میکنم که هاف باشه، هوک بایپس و اینا رو که قبلا چک کردیم. و بعد میرسم به قسمت بلین، میزنم چک میکنم که اینجا مشکلی برای من نداشته باشه، زبدری چیزی نشون نده باشه که اوکیه. اینجا باید تمام این منیوال داره که ولیو ها به چه صورت هست چک میکنیم. فلات کنترول گفتیم رو باکس پترن به این شکل باکس هست، این رو چک میکنیم، مطمئن بشیم با رایت دی دی آی مون ولی هاشو چک میکنیم. هایدرولیک پرشر مون رو چک میکنیم، اون اول که گفته بودم در واقع اگر اول منوال هم دقت میکردید اونجا اشتباه نوشته بودم. الان چک میکنیم هایدرولیک 1 و 2، یعنی یوتیلیتی و هایدرولیک 1 و 2، یوتیلیتی و امرجنسی مال بطری بود مذارم خواهد، هایدرولیک 1 و 2 مون روی 3000 PSI باشه که روی 3000 هست. و بعد IFU رو چک میکنم، temperature, fuel flow و عرض شود که oil pressure هم و nozzle position رو، اینا همه چک نورمال. عرض شود که ejection seat هم رو arm میکنم این لحظه، manual ride رو میزنم. اگر بر روی خشکی باشم وقتی که رسیدم سر باند ایجکشن سیت آرم میکنم، زمانی هم که لندینگ کردم بر روی خشکی قبل از اینکه بخوام از ایرفیلد خارج بشم، از باند خارج بشم برم سمت تاکسی وی، قبل از اینکه برم این رو دیسارم میکنم، اینجا آرمه. و بعد مستر کاشنم رو نگاه میکنم، هیچ در واقع کاشن لایتی نداشته باشم. انجینم رو دوباره این هارنسام رو تایت میکنم، مثلا مهم نیست فقط عرض شود که انجین چک انجام میدم که انجام دادیم. برای این کار بریکس رو میگیریم، RPM رو میذاریم رو 80. الان روی ناف هستیم، بر روی خشکی این کار انجام میشه، برای ناف کار دیگه باید بکنیم. F2 رو میزنیم، دکمه U رو میزنم، معذرت میخوام، لانچ بار رو میدم پایین، دکمه U رو میزنم، اینجا اتچ میشه. و وقتی که دکمه یورو زدم اتچ شد، اینجا لانچ بارم هنوز پایینه، لانچ بار رو باید بدم بالا، لانچ بار رو میدم بالا. اگه من الان اینو بذارم رو برنر منو لانچ میکنه، من نمیخوام لانچ انجام بشه، آروم آروم میبرم رو 80. رو 80 که اومدم اینو فیکس نگه میدارم، درجه حرارت باید زیر 800 درجه باشه، همونطور که میبینید 80% تراتل 1 و 2. EGT تمپرچر باید بین 715 تا 885 باشه ماکسیموم، این ماکسیمومش هست. خب ما اینجا اصلا به این رقم نرسیدیم، خوبه. فیول فلومون باید بین 600 تا 12500 باشه که الان به بین 600 تا 12500 هست، 29 ضرب در 100 میشه 2900، درسته. نازل پوزیشن بین 0 تا 48 باشه که همونطور میبینید صفره، این 50 هست، بین 0 تا 48 متر پایین تر. این همه بستگی به فشار هوا و دمای هوا داره. میخوابونم. بعد از تیک آف، برای تیک آف چک میکنم که لانچ بار هم اینجا ریتراکت باشه که هست. تیک آف رو یا با 100% میل پاور انجام میدم یا با برنر، بر روی کریر هستیم، قطعا تریم رو باید ست کرده بوده باشیم که ست کردم. و در این حالت ما میتونیم الان بریم برای برنر. اگه بر روی خشکی باشم تیک آف رو قبلا نشون دادم، فول برنر میذاریم یا میل پاور میذاریم، هواپیما خودش کنده میشه، احتیاجی نیست که ما بک استیک بدیم تو F18 به هیچ عنوان، خودش نرم بلند میشه. بک استیک زمانی که بلند شد کنده شد، یه بک استیک خیلی نرم میدیم ببینیم بالا و گیر و فلپس رو جمع میکنیم. اینجا میذارم، الان من وزنم زیاده، اگه وزنم کم بود میل پاور جواب میداد، ولی با این وزن من الان باید با افتر برنر بلند شم. میذارم برای فول افتر برنر، توی سوپر کریر اگه باشم سلوت میدم، خودشون منو لانچ میکنن. البته الان هم فکر کنم همینطور باشه. بعد از اینکه حالا تیک آف کردیم، من الان نشونتون خواهم داد، صدا رو برمیگردونم، لایف کنترل اس.
لانچ شدم، گیرز آپ، فلپس آپ. گیرزم رو میتونم با من الان با دکمه کیبورد جی رو زدم، فلپ هم هاف بود میذارم رو آف. این کار بعد زیر 250 نات من باید فلپس و گیرم رو جمع بکنم. میذارم رو میل پاور. زمانی که شروع کردم به بنی بعد از تیک آف، من فیول فلوم رو چک میکنم، فیول فلوم داشته باشم، باید طبق ارتفاع و در واقع پرشر موتور، مثلا میخوام ستینگ تراتل. الان میل پاورم ارتفاع میگیرم، میرم برای ارتفاع. طبق اینستراکشن من باید 5 مایل دور بشم، برای همین تکن رو سلک کردم، وی پوینت رو سلک کردم. اگه تکن رو سلک میکردم بهم میگفت. من بعد از اینکه 5 مایل دور شدم، از بعد تا 5 مایلی برای کیس 1 زمانی هستش که ارتفاع ابر حداقل 3000 فوت هست و دید خوبی دارم، هوا خوبه، بعد تا 3000 تا 5 مایل ادامه بدم و بعد بیام بالا ارتفاع 5000 پا وارد در واقع آرک میشم و بعد میرم برای اینکه خارج بشم و برم پترن خودم. ارتفاعی گرفتم، کابین پرشر رو چک میکنم، کابین پرشر رو بعد چک میکنم که کار بکنه، چک میکنم همه چی نرمال باشه، فیل فلوم رو چک میکنم. اگر M7 لود کرده باشم، زمانی که مستر آرم رو بزنم بالای 5000 پا رسیدم، چشمک سم میشه، من میرم روی بارومتریک التیمیتر AA رو میزنم. اگر اسپرو داشته باشم که اینجا ندارم، اسپرم صفره، اینجا اسپرم رو انتخاب میکنم و میتونم SP تست انجام بدم، سلف تستش بکنم اسپرم رو. اگه مفریک داشته باشم بخوام برم برای ایر تو گراند، مفریک و AG رو انتخاب میکنم، مفریک هم رو انتخاب میکنم که کولدان داره، هارپون کولدان داره، برای جیسم و جیدم بعد الائنمنت انجام بشه و بارومتریک هم که بالای 5000 پا میریم برای ریدار. و این هم که بلک لیول برای هات هست، برای ریکوردر هات. خب اینجا اگه لازم باشه رادارم رو میذارم رو OPR، اپریت میکنه و این تیک آف کامل F18 هست. رادار و بقیه موارد رو در واقع بحث خواهم کرد. معمولا همیشه میذارمش بیه 8. چهار بار اسکن روی 8 ثانیه و نمیخوام چیزی دیکلاتر رو نمیخوام داشته باشم، دیکلاتر 1 معمولا میذارم ست. البته اینا خیلیش کار نمیکنه. این استارتاپ کامل F18 بود که حالا پروسیجرهای فنسین و فنس اوت هم دارم که در ویدیو دیگه توضیح خواهم داد. امیدوارم که این ویدیو کمک کرده باشه برای استارتاپ کامل F18. ویدیو طولانی خواهد بود، امیدوارم که از ویدیوهای کوتاه‌تر من استفاده کنید که زیر 2.5 دقیقه طول میکشه استارت بکنید و امیدوارم که این ویدیو کمکتون کرده باشه. روزتون خوب، خوش باشید و از DCS لذت ببرید.